سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. نمایندگان مجلس به مدعی از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی رأی مثبت دادند که بر اساس آن اعضای مؤثر احزاب منحل شده از تأسیس حزب و عضویت در احزاب محروم می‌شوند. این مدعی با 143 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو حزبی هستند که پس از وقایع سال 88 منحل اعلام شدند و برخی اعضای آن دستگیر و زندانی شدند. اعضای این دو حزب سیاسی در حال حاضر به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دهند و برخی از آنها رابطه نزدیکی با دولت حسن روحانی دارند. به نظر می‌رسد تصویب این ماده اقدامی از سوی مجلس برای اعمال محدودیت بیشتر برای اعضای این احزاب و گروهی از اصلاح طلبان باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه همچنین به ماده دیگری از این طرح رأی داده بودند که بر اساس آن التزام عملی به ولایت فقیه یکی از شروط عضویت در احزاب شده است. درگیری نیروی انتظامی با مردم بومی ساکن یک روستا در قشم به مرگ 3 نفر و زخمی شدن 6 نفر انجامید. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروی انتظامی همچنین یک لنج متعلق به قاچاقچیان سوخت را به آتش کشیده و اقدام به مصادره اموال قاچاقچیان کردند. مردم بومی جزیره قشم اکثرا به دلیل فقر و تنگدستی به قاچاق سوخت روی می آورند. گفتگوهای اتمی میان نمایندگان جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1 همچنان در وین ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از مذاکره با همتای ایرانی خود در حاشیه مذاکرات هسته‌ای برای رایزنی با کاخ سفید راهی واشنگتن شد. همزمان محمد جواد ظریف پیشنهاد داد زمان مذاکرات اتمی تمدید شود. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی روز یکشنبه آینده به پایان می‌رسد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با ظریف یک کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت پیشرفت‌هایی داشتیم اما هنوز اختلافات باقی است. علی‌رغم مشکلات ما متعهدیم که یک راه حل مناسب برای این مسئله پیدا کنیم. وی افزود هنوز شکاف‌های زیادی وجود دارد. تیم ما به گفتگوها با جدیت ادامه می‌دهد. آقای کری در ادامه هم گفت به واشنگتن می‌روم و با باراک اوباما گفتگو خواهم کرد. ما حق برنامه هسته‌ای در قالب NPT را برای ایران به رسمیت می‌شناسیم و فتوای خامنه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای جدی گرفته‌ایم. وی در پایان هم گفت آماده ایم که مجدداً به وین بازگردیم و به مذاکرات ادامه دهیم. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان مذاکرات روز سه‌شنبه با جان کری و کاترین اشتون در وین در نشستی خبری گفت در این گفتگوها به اندازه کافی پیشرفت صورت گرفته و توصیه من تمدید زمان مذاکرات است. ظریف با بیان اینکه این مذاکرات ارزش آن را دارد که ادامه پیدا کند اظهار داشت در حال حاضر پیشرفت‌ها آنقدر بوده است که به رهبران سیاسی ما بگوییم این فرایند ارزش دارد که ادامه بیابد. توصیه من این است، مطمئنم وزیر خارجه آمریکا هم چنین پیشنهادی دارد. از سوی دیگر و در حالی که 4 روز به پایان ضرب العجل باقی مانده، جان کری و محمد جواد ظریف هر دو میگویند که هنوز از دستیابی به توافق هسته‌ای در مهلت تعیین شده یعنی روز 29 تیر ماه ناامید نیستند و این مسئله همچنان جای کار دارد. در این شرایط پاسخ قدرت‌های جهانی به پیشنهاد ایران برای تمدید مهلت تعیین شده محل گمانه‌زنی رسانه‌ها قرار گرفته است. اگرچه آقای ظریف گفته است که گروه 5 به علاوه 1 نیز تمایل به تمدید زمان دارد و آن را مفید می‌داند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بخش دیگری از سخنان محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران را منتشر کرده است که می‌گوید واشنگتن باید در رابطه با پیشنهادهای ایران تصمیم بگیرد. وزیر خارجه ایران که مذاکره با همتای آمریکایی خود را خوب توصیف کرده است اظهار داشت
تلاش می‌کنیم تا به چارچوب‌هایی که بر اساس اصول غیر منطقی بنا شده‌اند پایان دهیم و به توافقی بر سر آنچه در قرارداد ژنو مورد موافقت قرار گرفت برسیم. وی افزود واشنگتن نیازمند است برای رسیدن به راه حل تصمیم سیاسی بگیرد و اینکه کدام راه حل زمینه را برای توافق هموار می‌کند و اینکه در صورت اتخاذ کدام راه حل بن‌بست موجود پایان خواهد یافت. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که موارد اختلاف میان طرفین ظرفیت غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و تأسیسات فردو است. آقای خامنه‌ای همچنین تأکید کرده که قدرت‌های جهانی در نظر دارند ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به 10,000 سو محدود شود، در حالی که ایران به 190,000 سو نیاز دارد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند این سخنان که در میانه مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی گفته شده، هیئت مذاکره کنندگان ایرانی را غافلگیر کرده است. در خبری دیگر هم نتایج یک نظرسنجی در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که 61% آمریکایی‌ها خواهان توافق مشروط هسته‌ای واشنگتن با ایران هستند. بر اساس این نظرسنجی 61% از شرکت کنندگان بر این عقیده‌اند که باید در مقابل رفع برخی تحریم‌ها ظرفیت غنی‌سازی ایران محدود و بازرسی‌های سرزده اضافی از فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اعمال شود. 62% از جمهوری خواهان، 65% از دموکرات‌ها و 51% از کسانی که مستقل از این جناح‌ها هستند موافق این نظر بودند. نتایج این نظرسنجی که از سوی نهاد برنامه مشاوره عمومی و مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند آمریکا انجام شده، در سایت رسمی برنامه مشاوره عمومی منتشر شده است. در میان شرکت کنندگان نظرسنجی یاد شده، تنها 35% موافق ایده ادامه اعمال فشارهای روزافزون بر ایران برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف غنی‌سازی اورانیوم بودند. ایده‌ای که مورد حمایت برخی از اعضای کنگره نیز هست. اما اکثریت بر این نظر هستند که ایران می‌تواند غنی‌سازی را در سطح مورد نیاز برای تولید انرژی هسته‌ای انجام دهد و امکان بازرسی‌های سرزده برای ممانعت از ساخت بمب هسته‌ای در این کشور را فراهم سازد. به این ترتیب برخی تحریم‌ها بسته به عمل جمهوری اسلامی به تعهدات خود می‌تواند به تدریج برچیده شود. انتشار این نظرسنجی در زمانی صورت می‌گیرد که ایران و 6 قدرت جهانی 4 روز دیگر به پایان ضرب العجل 6 ماهه توافق هسته‌ای ژنو نزدیک می‌شوند. این توافق 3 آذر ماه پارسال حاصل شد و از 30 دی ماه 92 تا 29 تیر ماه سال جاری به اجرا گذاشته شد. مذاکرات 6 قدرت جهانی با ایران بر سر تدوین متن نهایی قرارداد هسته‌ای از 2 پیش در جریان است و وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز در این مذاکرات حضور دارند، ولی اختلافات میان طرفین هنوز برطرف نشده. محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری در تازه ترین اظهارات خود اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد. این روحانی محافظه‌کار با حمله به هاشمی رفسنجانی گفته آدمی که پایش لبه گور است حرفهایی نامربوط میزند و آبروی خود و اطرافیانش را میبرد. آقای مصباح یزدی همچنین به تندی از حسن روحانی انتقاد کرده و گفته اینها میگویند شما که به فکر آخرت مردم هستید بیکارید، ما کار داریم که باید تحریم ها را برداریم. حسن روحانی چندی پیش در واکنش به انتقادهای مصباح یزدی و حامیانش آنها را عده‌ای بیکار خوانده بود که مانع فعالیت های دولت هستند. دولت روحانی تلاش‌های گسترده‌ای برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم آغاز کرده، اما محافظه‌کاران می‌گویند نگران امتیازهایی هستند که دولت برای تحقق این اهداف می‌خواهد پرداخت کند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت
نتوانست نمایندگان مجلس را در پاسخ به سؤالی راجع به وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد قانع کند و از مجلس کارت زرد گرفت. پیش از این وزرای آموزش و پرورش، علوم، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور از مجلس کارت زرد دریافت کردند. در خبر دیگر، امروز 100 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای از طرز کار هیئت رئیسه درباره نحوه اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرا و طرح استیضاح آنها به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. اسامی امضا کنندگان این نامه هنوز منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد اغلب این نمایندگان اعضای جبهه پایداری باشند. فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی شب گذشته در مراسم افطار حسن روحانی رئیس جمهور شرکت کردند. غایب این جلسه سردار نقدی فرمانده بسیج بود که از منتقدان سرسخت رئیس جمهوری است. در کنار فرمانده بسیج، برخی فرماندهان سپاه پاسداران و برخی رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی از مهمترین مخالفان و منتقدان دولت حسن روحانی شناخته می‌شوند. حسن روحانی با گروهی از فرماندهان عالی رتبه نظامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و جمعی دیگر از فرماندهان نظامی شرکت داشتند. گزارش تصویری سایت ریاست جمهوری مشخص می‌کند که محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج و علی فضلی معاون وی در این دیدار حضور نداشتند. علت غیبت این دو فرمانده بسیج در این جلسه اعلام نشده است. حسن روحانی در این دیدار به فرماندهان نظامی گفته دولت می‌خواهد که نیروهای مسلح بر قلوب مردم حاکم باشند و جایگاه و قدرتشان روز به روز بالاتر باشد. رئیس دولت همچنین افزود اگر نیروی مسلح قوی نداشته باشید دیگر صلح معنا پیدا نمی کند و ذلت است. عزت زمانی محقق می شود که مردمی آماده، ایثارگر و متحد و نیروهای مسلح قوی داشته باشیم. آنگاه می توانیم با طرف مقابل قدرتمندانه حرف بزنیم. وی تصریح کرد بر همین اساس دولت والاترین منزلت و بالاترین اقتدار را برای نیروهای مسلح می خواهد. روحانی در این حال از فرماندهان نظامی خواسته به دولت وی برای حل و فصل مشکلات مردم کمک کنند. رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرد دشمن باید از وحدت و ایمان و ایثار ما و سپس از تجهیزات و امکاناتی که نیروهای مسلح به آن مجهز هستند بترسد. این سخن حسن روحانی در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 12 آذر ماه سال گذشته در دانشگاه تهران گفته بود که آمریکا می تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد و از سیستم دفاعی ایران نمی ترسد. ظریف گفته بود غربی ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی ترسند، از مردم ایران می ترسند. این سخنان وزیر امور خارجه در آن زمان با واکنش‌های تند محافظه‌کاران منتقد دولت مواجه شد که در نهایت آقای ظریف مجبور شد درباره اظهارات خود توضیحاتی ارائه کند. اکنون نیز به نظر می‌رسد این سخنان حسن روحانی ناظر بر این موضوع باشد. حسن روحانی در پایان سخنان خود هم در جمع فرماندهان ارشد نظامی به تمجید از علی خامنه‌ای پرداخت. وی با ستایش از رهبر جمهوری اسلامی گفت خداوند نعمت رهبری فقیه و مجتهد که از روز اولی که با ایشان آشنا شدم در مسیر تقوا و تواضع بودند را به کشور و نیروهای مسلح داده است. حسن روحانی چهره امنیتی است و میانه خوبی با بسیاری از فرماندهان نظامی از جمله حسن فیروزآبادی دارد. چندی قبل سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تجلیل از روحانی از همه مسئولین سیاسی و رسانه‌ای کشور خواست از دولت حمایت کنند و از کارشکنی و تفرقه‌اندازی بپرهیزند.
فیروزآبادی گفته بود ما باید به این رئیس جمهور افتخار و شکرگزار وجود ایشان باشیم و باید همه همتمان را در پشتیبانی از این دولت به کار بریم تا دولت بتواند در این شرایط حساس کشتی کشور را به پیش ببرد. با این حال و علی‌رغم رابطه خوب فیروزآبادی و برخی دیگر از فرماندهان نظامی و امنیتی با حسن روحانی، اما بسیار دیگر از فرماندهان تندرو از جمله سردار نقدی از منتقدان افراطی رئیس جمهوری هستند. گفتنی است در دیدار روحانی با فرماندهان نظامی و پیش از سخنان رئیس دولت، ابتدا حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و در ادامه نیز جمعی از فرماندهان از جمله سردار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار باقری معاون ارکان ستاد کل نیروهای مسلح و سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا نقطه نظرات خود را با حسن روحانی در میان گذاشتند. به دنبال شکست طرح مصر در برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، نخست وزیر اسرائیل تهدید کرد که ارتش این کشور حملات به نوار غزه را شدت می‌بخشد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از ارتش اسرائیل خبر داد حماس دیروز سه‌شنبه 47 فروند موشک به مناطق اسرائیلی شلیک کرده که متعاقب آن اسرائیلی‌ها نیز حملات خود را به نوار غزه از سر گرفتند. پلیس اسرائیل گفته در این حملات یک مرد 7 ساله غیر نظامی کشته شده است. این اولین مرگ ثبت شده در اسرائیل در بیش از یک هفته درگیری میان اسرائیلی ها و شاخه نظامی حماس است. بر پایه طرح آتش‌بسی که مصر ارائه داده بود، اجرای تفاهم نامه آرام سازی از ساعت 6 صبح سه‌شنبه به وقت گرینویچ آغاز می شد. اسرائیل طرح مصر برای آتش‌بس را پذیرفته بود، اما این طرح با مخالفت گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس مواجه شد. پارلمان عراق پس از چند جلسه به حد نصاب نرسیدن، سرانجام سلین جبوری نماینده سنی مذهب را به ریاست خود برگزید. انتخابات جبوری به ریاست پارلمان عراق در سومین جلسه این پارلمان از زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق صورت می‌گیرد. در دو جلسه نخست فراکسیون ها نتوانستند بر سر نامزدهای پست های ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان به توافقی دست یابند. این در حالی است که قدرت های منطقه‌ای و بین المللی نسبت به ادامه شکاف میان جریان های سیاسی در عراق و تاثیر آن بر امنیت کشور هشدار می دهند. به نظر می رسد انتخابات رئیس پارلمان می تواند به شکست بن‌بست سیاسی در عراق بیانجامد و راه را برای تشکیل دولت جدید در این کشور هموار کند. جبوری از استان دیاله است و در حزب اسلامی عراق عضویت دارد. وزارت گردشگری و حفاظت از میراث تاریخی عراق گزارش داده گروه داعش دست به غارت گسترده میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه زده است. این گروه تروریستی پیشتر نیز بانک موسل را غارت کرده بود. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان از کشورهای جهان خواست تحریم تسلیحاتی و اقتصادی علیه گروه داعش را به اجرا درآورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت درباره فعالیت هیئت سیاسی سازمان ملل در عراق، وضع این کشور را که به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است، عمیقا نگران کننده دانست. بان کی مون در این گزارش نوشت من به شدت افزایش خشونت به دست داعش و حامیان آن را محکوم می‌کنم. و از کشورهای عضو از جمله همسایگان عراق می‌خواهم گرد هم بیایند و از عراق در مبارزه‌اش علیه تروریسم حمایت کنند. دبیرکل سازمان ملل افزود کشورهای عضو باید به تعهد خود در زمینه اجرای تحریم‌های مالی هدفمند، تحریم تسلیحاتی و منع مسافرت برشده علیه داعش عمل کنند. آقای بان کی مون تأکید کرد
نباید به تروریسم اجازه داد که عراق را از مسیر خود به سوی ثبات و دموکراسی منحرف سازد. بنابر این گزارش، القاعده عراق یک دهه پیش در فهرست سیاه شورای امنیت قرار گرفت و این فهرست سال گذشته روز آمد شد تا گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام داعش را نیز در بر بگیرد. این گروه تروریستی به سلاح‌هایی از انبارهای سلاح سوریه و عراق و همچنین به پول‌هایی از بانک‌ها در مناطق تسخیر شده دست یافته و همچنین کنترل برخی میدان‌های نفتی را در دست دارد. با قدرت گرفتن و پیشروی ناگهانی داعش در بخش‌هایی از عراق، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره برخی شرکت‌های نفتی که نفت قاچاق را به قیمت ارزان از داعش خریدار می‌کنند نیز به میان آمده است. گفته می‌شود گروه تروریستی داعش نفت خام عراق را به قیمت 25 دلار در هر بشکه به تاجران کرد می‌فروشد. روزنامه دیلی تلگراف پیشتر گزارش داد که گروه داعش از فروش نفت میادین نفتی جنوب موصل و قاچاق آن به ترکیه روزانه 1 میلیون دلار درآمد دارد. این روزنامه افزود واسطه های مستقر در کردستان عراق سود هنگفتی را از فروش نفت به خارج از کشور به دست می آورند. اما در رویدادی دیگر هم وزارت گردشگری و حفاظت از میراث تاریخی عراق گزارش داده که گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش بیش از 4370 موقعیت تاریخی در 5 استان این کشور را تخریب کرده است. به گفته سرلشکر سمیسم وزیر گردشگری عراق، داعش یکی از سالن‌های کاخ نمرود را تخریب کرد و مجسمه بزرگی را به سرقت بردند. کاخ نمرود در شهری به همین نام در استان نینوا قرار دارد. وزارت گردشگری و حفاظت از آثار باستانی عراق از نهادهای بین‌المللی، کشورهای همسایه و سازمان یونسکو درخواست کرده است که این کشور را در ردیابی آثار به غارت رفته یاری دهند. غارت میراث فرهنگی فقط به عراق و به شهرهای اشغال شده از سوی داعش در این کشور محدود نمی شود. در این مدت هزاران شیء باستانی از مناطق باستانی سوریه نیز به غارت رفته. بر اساس این خبر داعش موفق شده شبکه کارآمدی از دلالان آثار هنری در سراسر جهان به وجود بیاورد. به گزارش زمانه داعش فقط در یک قلم از این معاملات 35 میلیون دلار به دست آورده است. همکنون نمایشگاهی از 500 مجسمه و سنگ نوشته که در نوامبر سال 1889 توسط ماکس فن اوپنهایم، باستانشناس نامشنای آلمانی در تپه تل حلف در شمال سوریه به دست آمده بود، در شهر بون در آلمان به نمایش گذاشته شده است. قرار است فردا پنجشنبه 17 ژوئیه در مرکز سازمان یونسکو در پاریس یک نشست اضطراری پیرامون بررسی ابعاد فاجعه عراق برگزار شود. در این نشست برخی از مقامات و مسئولان عراقی نیز شرکت خواهند کرد. پس از گذشت یک ماه از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سوریه، بشار اسد امروز چهارشنبه در مجلس این کشور سوگند یاد کرد. وی پس از مراسم ادای سوگند در یک سخنرانی در کاخ ریاست جمهوری گفت آنها به اهداف کثیف خود نرسیدند و شکست خوردند. اشاره اسد به مخالفان حکومت سوریه است که بخش‌های وسیعی از این کشور را در کنترل خود دارند. حکومت سوریه این مخالفان را تروریست می‌خواند. اعتراضات مسالمت‌آمیز در سوریه که در سال 2011 آغاز شد پس از سرکوب خونین مخالفان رنگ خشونت به خود گرفت و به یک جنگ تمام عیار داخلی تبدیل شد. رئیس جمهوری ترکیه قانون مربوط به روند مذاکرات صلح با شبه نظامیان کرد این کشور را تصویب کرد تا گامی مهمی برای پایان دادن به درگیری‌های 3 دهه گذشته در ترکیه برداشته شود.
این اقدام عبدالله گل کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور صورت می‌گیرد. تصویب این قانون از سوی رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند تأثیر بسیاری در پیروزی رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات 10 اوت داشته باشد. با تصویب این قانون اگر فضای سیاسی ترکیه در آینده مخالف روند مذاکرات صلح پیش رود، فعالان سیاسی کرد از سوی دولت محاکمه نشده و تحت پیگرد قضایی قرار نخواهند گرفت. نارامی‌ها در عراق طی یک ماه گذشته 2.5 میلیارد دلار برای صادرکنندگان ترکیه خسارت به جای گذاشته است. مهستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه نگاهی دارد به زیان‌های اقتصادی بحران عراق در این کشور. بحران در عراق ناشی از تحرکات یک ماه اخیر گروه تروریستی داعش و ایجاد ناامنی در این کشور موجب کاهش چشمگیر صادرات ترکیه به عراق شده، به نحوی که مقامات اقتصادی ترکیه اخیراً اعلام کردن زیان صادراتی ترکیه ناشی از بحران آفرینی داعش در عراق بالغ بر 2.5 میلیارد دلار تنها در طی یک ماه گذشته بوده. آقای نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه روز گذشته با اعلام این خبر گفت که میزان تأثیر نارامی‌های اخیر در عراق بر صادرات ترکیه به این کشور قابل توجه بود، هرچند ایشون امیدوار هستند که افت صادراتی کنونی ترکیه با راهکارهایی که دولت در نظر داره قابل جبران هستش. حدود 3000 صادرکننده ترک در بازار اقتصاد عراق در زمین‌های مختلفی از جمله حمل و نقل، ساخت و ساز، مواد غذایی و پوشاک و همینطور انرژی فعالیت دارند و مشخصاً در طی سال‌های گذشته بازار عراق بازار جذاب و پررونقی برای سرمایه‌گذاران ترک بوده و در این زمینه صادرکنندگان ترکیه موفقیت‌های چشمگیری داشتن، به نحوی که آمار و ارقام حکایت از اون داره که سال گذشته میزان صادرات ترکیه به عراق به رقم 12 میلیارد دلار رسیده و ترکیه پس از کشور آلمان دومین کشوری است که بازار بزرگ صادرات در این کشور رو در اختیار داره. در این زمینه هم خب حدود 1500 شرکت ترک در طی سالهای گذشته در عراق به صدر رسیده و فعال هستن. اما ترکیه در مسیر صادرات خودش به دیگر کشورها در سال 2014 میلادی رقم 166 میلیارد دلار رو هدف گذاری کرده و در این راستا در مورد صادرات به کشور عراق اهداف صادراتی این کشور افزایش این میزان از رقم کنونی 12 میلیارد دلار به رقم 20 میلیارد دلار هستش. اما پرسش اساسی که اکنون مطرح هستش این است که با توجه به زیان 2.5 میلیارد دلاری صادرات ترکیه ناشی از ناامنی در عراق، اون هم تنها در طی یک ماه اخیر، چطور ترکیه میتونه به اهداف صادراتی خودش در مورد عراق یعنی رقم 20 میلیارد دلار برسه و در نهایت در زمینه هدف گذاری کلی و سالیانه به رقم 166 میلیارد دلار دست پیدا بکنه؟ آقای زیبکچی وزیر اقتصاد در واکنش به این موضوع معتقد ترکیه در صدد یافتن جایگزین‌های جدیدی برای جبران کاهش صادرات به عراق هستش، هرچند ایشون در واقع عنوان کردن ترکیه فعلا مشکلی در صادرات به شمال عراق نداره. البته بسیاری از کارشناسان پیشتر معتقد بودند ترکیه در رسیدن به اهداف صادراتی 166 میلیارد دلاری در سال جاری با تجربه چند مسئله که در این زمینه وجود داشته با دشواری‌های روبرو هستش. از جمله بزرگترین چالشی که در این زمینه پیدا شد نارامی‌های سال گذشته پارک گزی بود و تأثیرش بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور. همینطور ترکیه در مسیر صادرات به ایران با مشکل تحریم‌های اعمال شده غرب بر علیه جمهوری اسلامی روبرو هستش و نهایتاً نارامی در عراق همین مشکل رو دوچندان کرد. ولی خب جدای از دو مسئله اخیر، یعنی تحریم‌های اعمال شده بر علیه ایران و همینطور موضوع نارامی‌ها در عراق، در بُعد داخلی دست کم آمارهای نیم سال نخست این کشور نشون میده چندان رسیدن به این هدف دور از دسترس هم نخواهد بود. دست کم این امیدواری به شکل زیادی در میان مقامات اقتصادی ترکیه دیده میشه. باید دید آمارهای اقتصادی در نیم سال دوم تا چه اندازه این موضوع رو تایید میکنه. اما گزارشی داریم از کنارگیری ویلیام هیگ از سمت وزارت امور خارجه بریتانیا که همچنان مورد بحث و گفتگوی رسانه‌ها و مطبوعات این کشور است. ویلیام هیگ رهبر پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا از سال 2010 به سمت
وزیر امور خارجه منصوب شد و در 4 سال گذشته مدیریت دیپلماسی این کشور را به عهده داشت. آقای هیک که از سیاستمداران برجسته بریتانیایی است، روز سه‌شنبه در اقدامی غیر منتظره و در حالی که در مذاکرات هسته‌ای کشورهای 5+1 با ایران شرکت داشت، از مقام خود کنارگیری کرد. در پی استعفای ویلیام هیک، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که به تازگی سازماندهی دوباره کابینه خود را آغاز کرده، اعلام داشت که تا انتخابات سال آینده، آقای هیک به عنوان وزیر اول، که یک پست تشریفاتی است و نیز به عنوان معاون سیاسی نخست وزیر و معاونت پارلمانی کابینه خدمت خواهد کرد. آنچه بیش از همه مورد بحث و گفتگوست این است که کنارگیری ویلیام هگ را میتوان به عنوان نشانه ای از تغییرات کلی در سیاست خارجی بریتانیا تلقی کرد یا خیر. به گفته ناظران بعید به نظر می رسد با رفتن آقای هگ تغییراتی عمده در دیپلماسی بریتانیا رخ دهد. ناظران سیاسی کنارگیری ویلیام هگ را یک اقدام با انگیزه های شخصی تلقی می کنند، چون که وی اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی آینده نیز شرکت نخواهد کرد و از نمایندگی مجلس عوام بریتانیا هم کناره خواهد گرفت. وی 26 سال است که نماینده یورکشایر شمالی در مجلس عوام بریتانیا است. گرچه کنارگیری وزیر امور خارجه بریتانیا نشانه تغییر در سیاست‌های کلی این کشور نظیر روابط استراتژیک با آمریکا، نقش این کشور در خاورمیانه و آفریقا، همراهی با آمریکا و متحدان اروپایی در مناقشه هسته‌ای با جمهوری اسلامی، روابط سیاسی با روسیه و کشورهای اروپای شرقی و غیره تلقی نمی‌شود، با این حال استعفای آقای هگ می‌تواند تغییراتی را در روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا ایجاد کند. به دنبال کنارگیری آقای هگ، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا فیلیپ همند را که پیش از این وزیر دفاع کابینه بود به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. آقای همند 59 ساله که تصدی وزارت خارجه را بر عهده گرفته از سیاستمداران عالی رتبه حزب محافظه‌کار است که از سال 2011 مقام وزارت دفاع را به عهده داشته است. فیلیپ همند مواضع سرسختانه‌ای در مقابل اتحادیه اروپا دارد و پیش از این گفته است که اگر مذاکرات برای اصلاح روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا و کاهش قدرت بروکسل محقق نشود، از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. لازم به ذکر است که حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات اخیر پارلمان اروپا نتایج ضعیفی کسب کرد و از حزب ملی‌گرای استقلال که دیدگاهی منفی نسبت به ادامه عضویت این کشور در اتحادیه دارد شکست خورد. اینک با انتصاب سیاستمداری مخالف روابط موجود با اتحادیه اروپا، آن هم در شرایطی که حزب استقلال وزنه سنگینی در تعیین حدود روابط دارد، می توان در انتظار تغییراتی اساسی در رابطه این کشور با اتحادیه اروپا بود. گزارشی بود از کنارگیری ویلیام هیگ از سمت وزارت امور خارجه بریتانیا که با آن این مجموعه خبری هم به پایان میرسد. ممنونم که با بخش خبر تلویزیون ایران فردا همراه بودید. شب و روز شما خوش.